شاهد بعدی ما شاهد شماره 173 هست در صفحه 148 و این شاهد با نام خودش شهادت خواهد داد. اسمشون آقای عبدی هست. Good morning, Mr. Abdi. Can you... آقای عبدی صبح شما بخیر. صدای منو میشنوین؟ Thank you. آقای رئیس در اینجا هستن، شما باید قسم بخورید که همه حقیقت رو میگید. صبح شما بخیر آقای شاهد. اگر ممکن باشه لطفاً بعد از من تکرار بکنید. من سوگند یاد میکنم که حقیقت رو بگویم. اینو تکرار کنین لطفاً. سوگند یاد میکنم که حقیقت رو بگویم. همه حقیقت رو بگویم و جز حقیقت نگویم. خیلی متشکرم. حالا خانم وکیل از شما سوال خواهند کرد و پس از اون هیئت قضات از شما سوال میکنند. آقای عبدی اگر ممکن باشه لطفا برای ما توضیح بدین که در روز 16 نوامبر چه اتفاقی افتاد و لطفا و تنها اون چیزهایی رو فاش بکنید که راحته براتون. راضی نیست که چیزی رو که نمیخواین فاش کنید. من میخوام راجع به 25 آبان و شهریار صحبت کنم و اینکه توی 25 جمعه 24 آبان قیمت بنزین به یک باره 3 برابر شد و مردم تو فضای مجازی توی مثلا گروه هایی که داشتن با هم صحبت کردن و گفتن که آقا ما هم بیایم توی خیابونا ماشینامون رو به حالت خاموش نگه داریم، خودمونم به حالت اعتراض به خیابونا واسیم تا دولت از این موزه خودش پایین بیادش، یعنی این قیمت رو نبره بالا بشکونه قیمت. و شنبه صبح بودش، من داشتم میرفتم به سمت محل کارم که دیدم خیابونا یواش یواش داره شلوغ میشه و واقعا مردم دارن همین کارو میکنن. منم به عنوان یه شهروند معترض بودم به این قیمت، منم معترض بودم و من تصمیم گرفتم که توی این اعتراضات شرکت کنم، چون واقعا این قیمت بنزین توی همه کالاهای اساسی کشور تاثیرگذار است و اون رو چند برابر میکنه، این فقط این بنزین نبوده. و تصمیم گرفتیم که این اعتراضات به این حالت ماشین رو خاموش کنیم و تو خیابونا بمونیم و خیلی هم مسالمت آمیز بود، اصلا که چیز اعتراض مثلا خوشنود آمیزی نبود، ولی ما رو اختشاش کرد جمهوری اسلامی نامی. شما اگه برید تو فیلمایی که هستش، تو عکسایی که هستش، من یه سری عکس دارم در اون ساعت‌های اولیه اعتراض که عکس رو گرفتم براتون می‌فرستم ببینید. ما اگه می‌خواستیم اختشاش کنیم، ما اگه می‌خواستیم به نظم جامعه رو به هم بزنیم، حتما با چوبی، با اسلحه‌ای، با چماقی، با یه چیزی می‌رفتیم تو این خیابونا. ولی من تو عکسایی که براتون می‌فرستم، شاید 2-3 هزار نفر تو این عکس معلومن، یه دونه‌شون مسلح نیستن، یه دونه‌شون چوب دستشون نیست، یه دونه‌شون سنگ دستشون نیست حتی. بعد همینجوری که مردم جمع شده بودن تو میدان امام شهریار، بعد یه چیزی هم بهتون بگم اینجا که تمام باعث و بانی بدبختی ایران که ایران الان به این شکل شده، ایران یه کشور نابودی داره میشه، همه باعث و بانیشو خمینی میدونن و مردم از خمینی خوششون نمیاد اصلا. برای همینم هم انگشتری که نماد انگشتر خمینی هستش تو وسط شهریار گذاشتن، مردم از خشم و از نفرتی که از خمینی دارن اون انگشتر رو آتیش زدن. بعد از این چون سپاهی‌ها و بسیجی‌ها یه جورایی میشه گفتش که اینا عزیز شده خامنه‌ای ان، اینا جیره‌خور دولتن، اینا از جیب دولت دارن ساپورت میشن، خیلی بهشون این حرکت، این آتیش زدن انگشتر خیلی براشون گرون تموم شده و شروع کردن به گارد گرفتن و یه سری صفا رو تشکیل دادن که به مردم حمله کنن. من تو این شرایط که دیدم اینجوری اصلا اوضاع این منطقه که من واسطه‌ام اصلا مناسب نیستش و این یگان ویژه لباسای این ماموری بودن که لباس مشکی پوشیده بودن، ماسک زده بودن، سلاح‌های گاز اشک‌آور دستشون بود، باتون دستشون بود، شوکر دستشون بود، من دیدم اینا دارن سفارایی میکنن، یعنی معلوم بودش که دارن آماده میشن واسه حمله به مردم. تا اون لحظه که من دارم برای شما اینو تعریف میکنم تو شهریار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. من عکس دارم، من ساعت به ساعت عکس دارم بهتون همینا رو میدم، یعنی دقیقا تا لحظه‌ای که من تیر بخورم تو شهریار هیچ جایی خراب نشده بود، هیچ جایی آتیش نگرفته بودش. تا
فقط به خاطر اینکه این انگشته رو آتیش زدن، اینا شروع کردن به مردم حمله کردن. من از این منطقه شهر خارج شدم و رفتم به سمت میدان فرمانداری، چون دیدم خیلی ناامن شده میدان امام شهری، دیدم خیلی ناامنه و اصلا تصمیم نداشتم که بخوام تو این درگیری ها من شرکت کنم. من فقط معترض بودم، من می‌خواستم فقط اعتراض کنم، همین، نمی‌خواستم درگیری ایجاد کنم. من اصلا آدم سیاسی نبودم تو زندگی، تو هیچ اعتراض و تو هیچ درگیری من شرکت نکرده بودم تا به اون روز. فقط این با این مسئله باعث شد که منم معترض بشم. رفتم به میدان فرمانداری، اونجا بودم که از پایین خیابون که همون سمت میدان امام بشه صدای شلیک شدن گلوله می اومد، صدای شلیک پرتاب شدن این گازهای اشکاور می اومد و دیدم که مردم یه سیل عظیمی از جمعیت دارن رو به من، رو به بالای خیابون دارن میدوئن، که بچه ها می گفتن که اون مامورا دارن مردم با باتون و با گاز اشکاور و با اسلحه بهشون شلیک می کنن. همین وقت بودش که از روبروی ما 3-4 تا مامور لباس شخصی بودن و یه مامور سپاه بودش، شروع کردن اونا هم با اسلحه به طرف ما شلیک کردن بدون هیچ ایستی، بدون هیچ اصلا اختیاری، بدون هیچ چیزی. فیلماش همه هست، شما میتونید تو فیلم‌ها ببینید این صحنه که براتون تعریف می‌کنم. بدون هیچ چیزی شروع کردن به سمت این مردمی که داشتن از دست اون مامورا فرار می‌کردن که از این خیابون خارج بشن، اینا هم شروع کردن از روبرو تیراندازی کردن. ولی خب اینا 3-4 نفر بودن، اون مامورا خیلی زیاد بودن و این سیل جمعیت این جلو رو نمی‌دونست چه خبره، همینجوری داشت هجوم می‌آورد رو ما و ما مجبور شدیم چون این ته جمعیت بودیم فرار کنیم رو به این مامورایی که دارن به سمت ما شلیک میکنن، چون راه دیگه ای نداشتیم. اون خیابون یه خیابون کوچیکی هستش که باید حتما از اون فرار کنی بیای بیرون تا به یه جای بزرگ برسی بتونی بری پناه بگیری. هیچ جای پناهی نداشت اون خیابون و تو همین گیروداد بودش که این مامورا هم شروع کردن، دیدن این جمعیت داره میاد، این مامورا هم شروع کردن به فرار کردن به سمت ماشینای خودشون و همینجوری که میرفتن هم برمیگشتن شلیک میکردن. یه چند تا گلوله خورد به چند تا از دوستای من، یکی از اونایی که بغل من داشت میدوید اون کشته شد. Can you slow down just a little bit؟ اگر ممکنه یه خورده آروم‌تر صحبت بکنیم، برای اینکه مترجم داریم که باید ترجمه بکنن سخنان شما رو، یه خورده آروم‌تر صحبت کنیم. بله ببینیم. بعد ما که داشتیم دوان فرار می‌کردیم، یکی از اون معترضایی که بغل من بودش، معمولی که داشت فرار می‌کرد از دست این جمعیت، برگشت وقتی شلیک کرد خود تو سینه و افتادش. وقتی این صحنه رو ما دیدیم ما هم عصبی شدیم، ما هم دیگه کنترل از دست دادیم و اینکه این فرار کردن ما خیلی دیگه شدیدتر شدش. داشتم من همینجوری داشتم فرار می‌کردم، دیدم این مأموری که با که سلاح کلاش شلیک می‌کردش برگشتش به طرف یه ماشینی که برو ماشین سوار شه و من چون دیدم که داره میره سوار ماشین شه خیالم راحت شد، گفتم خب جلو دیگه الان مثلا مأمور نیستش، جلو الان کسی نیستش، میشه فرار کرد از این ماجرا. همینجوری داشتم فرار میکردم اون ماشینی رو افتاد رفتش و اینکه ماشینی که رو افتاد رفت، یه لحظه جلومو نگاه کردم این مأموره جلوی من واستاده و تا منو دید برگشت رو به من نشونه گیری کرد و خیلی راحت با یه تیر جنگی به پای من شلیک کرد و بعدم فرار کرد رفت. بعد اونجا دیگه اونایی که یه سری از دوستان بودن رسیدن بالا سرم و منو سوار ماشین کردن که برسونم به بیمارستان و حتی اون آقایی که کاپشن آبی تنشه تو فیلم هم مشخصه، از اون هیچ خبری نیستش، هیچ کسی از اون خبری نداره و نمیدونیم اصلا زنده است، مرده است، زندانیه، اعدام شده، هیچ خبری نه به من ازش دارم نه خانواده ازش داره و یه جورایی الان میشه که مجبور هویت ایشون. بعد که منو سوار ماشین کردن و بردن، دقیقاً این درگیری که دارم من برای شما توضیح میدم تا به این لحظه توی شهریار هیچ اتفاقی نیفتاده بود، هیچ جایی خراب نشده بود، هیچ جایی آتش نگرفته بود. من عکس دارم همه رو براتون میفرستم نگاه کنید. خود همین نیروها حمله کردن، خود همین نیروها باعث شدن مردم خشمگین شن. بعد از اون یعنی این واقعا سیاست جمهوری اسلامی توی همچین اجتماعاتی که نمیتونه کنترل کنه و از این که میترسه که یه موقعی بخواد این دولت شاید دست بده، این حکومت شاید دست بده، میاد همین کارو میکنه، میاد با یه سری از این افرادی که داره لباس شخصی ان یا یعنی که لباس نظامی ان، میان جمعیت رو یه جوری عصبی میکنن، به سمت جمعیت تیراندازی میکنن، جمعیت رو میزنن که این جمعیت عصبانی بشن و یه سری کارا رو انجام بدن که جمهوری اسلامی هم بابت کشتن اینا یه مدرکی داشته باشه، یه فیلم و عکسی داشته باشه که به جهانیان نشون بده و بگه مثلا آقا
ما به این دلیل اینا رو کشتیم، ما به این دلیل اینا رو اعدام میکنیم، ما به این دلیل اینا رو اینجوری میکنیم، ولی همه اینا دروغه. هیچ کسی اون روز نمیخواست اختشاش کنه، همه خیلی مصالحت آمیز داشتن این کار میکردن. من رو سوار ماشین کردم و تو راه بیمارستان که داشتم میرفتم با یکی از آشناها، به یکی از آشناهام زنگ زدم، گفتم که این اتفاق واسه من افتاده، اینکه شما بیمارستان هستی که من بیام پیش. بعد به من گفت نه، و اصلا به هیچ عنوان سمت بیمارستان پیدا نشه. خب یه سری لباس مامورای لباس شخصی اینجا که از اطلاعات سپاه اومدن و هر کسی که جزء این درگیریا بوده، مصدوم شده، مجروح شده، کشته شده، به هر دلیلی هر جوری زخمی شده، اینا میگیرنش و میبرنش. بعد گفت تو اصلا اینجا نیا، به من یه آدرسی داد، گفت برو اونجا و من به همراه یه پزشک میام اونجا که پای تو رو مداوا کنم. من رفتم اونجا، این آشنای ما اومدش به همراه دکتر و به من گفت خیلی شانس آوردی، این تیری که به تو خورده به استخون اصلی پاد نخورده و از توی ماهیچه رد شده و ما میتونیم اینو تو خونه جراحی کنیم. در غیر این صورت اگه هر جای دیگه میخورد کارو به بیمارستان میکشید و از توی بیمارستان تو رو میبردن، چون خیلی ها رو اومدن بردن. و تو همین تایمی که داشتش منو جراحی میکرد این دکتر، تایم یک ساعت این دو ساعتی منو جراحی میکرد، شاید بهتون بگم بالای 30-40 بار گوشیش زنگ خورد و دوستان و آشناها و اونایی که میشناختن این دکتر رو بودن که ازش تقاضای کمک داشتن، تو منطقه فردیس، تو منطقه مالی، تو منطقه اندیشه، تو منطقه ربات کریم، تو منطقه شهریار، تمام دورور این محله همه به دکتر زنگ میزدن و ازش تقاضای کمک داشتن بابت دوستانشون، بستگانشون تیر خوردن و نارو تونستن برسونن به خونه، یا اینکه بعضیاشون هم کشته شده بودن، تو بیمارستان بودن و بیمارستان اصلا هیچ جوابی به خانواده ها نمیداد، میخواستن از طریق این یه جورایی پیگیری کنن. بعد یه مسئله دیگه که بخوام خدمتتون بگم، این بستگان من، این آشناهای ما که توی بیمارستان کار میکردن، وقتی که تعریف کردن گفتن که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، این قاتلا، یه سری ماشین های یخچالدار که برای جابجایی گوشت ازش استفاده میشه رو اینا آوردن کنار بیمارستان ها و کنار پاسگاه ها مستقر کردن و هر کسی رو که میگیرن، چه مصدومه، چه مصدوم نیست، چه کشته شده، چه هر بلایی سرش اومده، همه رو سوار این ماشین ها میکنن و از بین جمعیت با خیال راحت خارج میکنن و هیچ کسی نمیفهمه توی این ماشین ها چیه، چون همه فکر میکنن این ماشینا ماشینای حمل مواد غذاییه، ولی حمل مواد غذایی نبود. این ماشینا جنازه بود، این ماشینا بچهای اونایی بودن که مصدوم بودن، زخمی بودن، یا یعنی اینکه نظامی، یا یعنی اینکه سپاه و بسیج اینا رو گرفته بوده و تو بازداشتگاه دیگه نگه نداشته بودن تاثیر. برای همین اینا رو اینجوری می‌کرد و از شهر خارج می‌کرد. به سمت کهریزک می‌بود. کهریزک کل ایران می‌شناسن. کهریزک جاییه که وقتی میری دیگه پیدا نمی‌تونن بکنن. همونجا یا می‌کشن یا شکنجه می‌کنن یا یه بلای سر می‌آورن که دیگه دست هیچ کس بهت نمی‌رسه. بعد بخوام برای تعریف کنم گذشت، این ماجرا گذشت و چون برادر منم قبلا با دولت مشکل داشت و از کشور خارج شده بوده، وقتی از این داستان با خبر شدش زنگ زد به ما و دید که بله یه همچه اتفاقی افتاده و به من خیلی تاکید کرد که از شهر خارج شد، اصلا تو اون شهر نمون، اصلا سمت خونه نرو و از شهر خارج شد. من تصمیم گرفتم که برم. رفتم جای دیگه، یه چند روزی اونجا بودم. اینکه توی ایران دقیقاً روز آخرای 25 بودش، آخرای تایمی بودش که تایم 25 بود که اینترنت کلاً قطع شد، یعنی جوری شد که اینترنت به هیچ عنوان توی ایران کار نمی‌کرد و هیچ کس از حالش کس نمی‌تونست با خبر شه از صدای مجازی یا از طریق اینترنت. بعد از چند روزی که من رفته بودم مخفی شده بودم، برادرم تونست با خط مستقیم به من زنگ بزنه چون اینترنت نبودش. دقیقاً من فکر می‌کنم تا جمعه یه چیزی حدود 7 روز اینترنت تو ایران قطع بودش، قطع کلی بودش و این قطعی 2-3 روز بعدم ادامه داشت، منتها برای یک سری از شهرهای مثل شهریار و تهران، بقیه شهرها تقریبا اینترنت داشتن. به من زنگ زد گفتش که فیلمی که تو تیر صحنه که تو تیر خوردی و فیلمی که از تو گرفته شده تو فضای مجازی پخش شده و تمام رسانه‌ها دارن نشونش، الان دیگه ایران جای امنی نیست برای تو و بخوای نخوای تو رو میگیرن. و وقتی من دیدم این شکلی جونم در خطره و فقط جون من نیست، جون اون دکتر در خطره، جون اون پرستاری که من کمک کرده در خطره، جون خانواده‌ام در خطره، جون دوستایی که دور و بر من بودن و من کمک کردم، من سوار ماشین می‌کردم در خطره، جون اون راننده در خطره، فقط جون من نبود، جون 10 نفر دیگه در خطر بود اگه من گرفتم.
تصمیم گرفته از اینا خارج میشن. با یه هماهنگی که یه فرودگاه کردیم، یه استلام که از فرودگاه تونستیم بگیریم از طریق یکی از آشناهامون، فهمیدم که فعلا اسمی از من برده نشده بابت ممنوع خروجی یا چیز، چون اون اوایل درگیری ها بودش، حدوده مثلا 20 روز یا 15 روز از این درگیری ها گذشته بودش و جمهوری اسلامی هنوز داشتش اونایی که گرفته بود و شکنجه میکرد و اعتراف میگرفت، هنوز دنبال اون فیلم ها نیفتاده بود که اونا رو دستگیر کنیم که منم جز به اونا باشم. از کشور خارج شدم، و بیشترم برای اینکه همچنان در خطر بود، همین که پامو با هم مداوا میکردم، چون پام افتضاح شده بودش، پام عفونت شدید کرده بود و داشتش این عفونت و این سیاهی خون میرسید و امکان قطع شدنش بود، برای همین در کشور خارج شدیم که حتی بتونیم اینو مداوا کنیم. ولی تا به اون لحظه جمهوری اسلامی پیگیر من نبود. از کشور که خارج شده بودم یه هفته ده روز بعد اخونه برادرم با من تماس گرفت و گفتش که ریختن خونمون و اینکه پدرمو بردن، یه سری وسیله مثل لپتاپ و موبایل و اینجور چیزا رو خونه بردن، نیروهای اطلاعاتی ریخته بودن خونمون و اینکه هنوز از پدر من خبری نیست. خیلی ترسیده بودم، چون دقیقا تو اون زمان بودش تو خبرها میشنیدم که ترکیه یه سری افراد رو میگیره و به ایران دیپورت میکنه، یه سری افرادی که به همین درگیر همین مسائل هست بودن با ایران، اونا رو میگرفت دیپورت میکرد. بعد اینا پدر من رو برده بودن، شکنجه کرده بودن، دماغ شکونده بودن و خیلی اذیتش کرده بودن و تمام وسیله های الکترونیکی که ما مثل موبایل و لپتاپ همه رو کنترل کرده بودن و بعد از اینکه دیده بودن پدر من نمیشه چیزی در باره پدر من گفته بود که اصلا این شخصی که شما دنبالش میگردی اصلا خونه نیومده، اصلا من از خبرم ازش نداشتم، فقط تنها چیزی که ازش میدونم اونم از برادرش شنیدن ایشون خارج از کشوره، اصلا داخل ایران نیست، شما میتونید از این مطبع استعلام بگید این اسمشه، این مشخصاتشه، این ساعت پروازشه، شما توی مشخصات برید استعلام بگید اصلا این شخص ایران نیستش که بخواد از من بخواید، اصلا من اون شخص رو اصلا اون شکلی هم میمد خواهی راه نمیدادم، از ترسش بدارم خیلی حرف خورم زده بود. بعد این شدش که من تونستم از این قضیه جون سالم به در ببرم و همه اینا رو فکر میکنم یه جدای خاص خداست که بتونم الان بابت تمام اون کشته شده ها، بابت تمام اون مادرهایی که گریه میکنن سرتی میزنن بابت از دست دادن بچهشون و بابت همه اون رنجایی که دوستای من کشیدن از طرف جمهوری اسلامی، من الان نماینده از طرف اونا هستم که توی داد بشه کن. من حرفی ندارم، اگر سوالی چیزی دارید من در خدمتم. Thank you. We'd like to... ما علاقمندیم ویدئویی رو نشون بدیم از تظاهرات. یه لحظه صبر کنید ویدئو رو نشون بدیم. Thank you, Mr. Chair. متشکرم. آقای رئیس بفهمید. از شهادتتون ممنونیم. من یک سوال، یک مجموعه سوال دارم. توضیح دادید که چگونه تیر خوردید. به پاتونم تیر خورد در هنگامی که تظاهرات بود. کسی که به شما تیراندازی کرد حرفی هم به شما زد قبل از اینکه بخواد به شما تیراندازی کنه؟ من رسیدم بهش با هم اگه نگاه کنید یه مکالمه ای دارید میکنید، وقتی اینجوری یهو رسیدم بهش دیدنش شوکه شدم، بعد دیدم نشونه گرفته، بهش گفتن که برای چی میزنید، گفت شما اختشاشگرید، شما منافقید، تیراندازی کرد. آیا شما سلاحی در دست داشتید، سنگ در دست داشتید یا چیزی شبیه این؟
اون لحظه که من زمین میفتم و فیلمو استاپ کنید میبینید من یه گوشی موبایل دستم بود و اونم چون دیدم این آقا اینجوری واسطه جلوی من رو شروع کرد به سمت من نشونه گیری، من موبایل رو درآوردم که لاقل از قیافش اونی که داره منو با تیر میزنه فیلم بگیرم که فردای روز نگن آقا اینا مثلا از طرف خود مردم تیر اندازی شده، خودشون زدن، خودشون اینجوری کردن. من دقیقاً موقعی میخواستم زمین نگاه کنم اون دستم جیبم میره گوشی موبایل، فقط خواستم ازش فیلم بگیرم، گوشی رو که درآوردم به من تیر انداز. آیا او دید که موبایل دستتونه؟ هنوز موبایل توی جیبتون بود وقتی که تیر زد به شما، یا اینکه دیگه موبایل رو در آورده بودید توی دستتون بود؟ من به سمت این آقا دوندم که می آمدن، این آقا برگشت سمت من نشونه، یعنی ماشین موقعی رفت من یه لحظه دیدم این آقا سمت من نشونه گرفته، یعنی مثلا ندیدم موبایل رو در آوردم به سمت من تیرنده بود. بعد دید موبایل دقیقا موقعی که تیر من خوردم دیگه همون به همون حالت افتادم زمین، نتونستم عکس العمل نشون بدم و موبایل تو دستم. Thank you. متشکرم. Thank you, Mr. Abdi, for your. متشکرم آقای عبدی از شهادتتون. خیلی شهادتتون روشن و واضح بود. یک سوال فقط دارم که مستقیم به شهادت شما مرتبط نیست ولی به من کمک میکنه که بفهمم منظور از شهادت شما چی بوده امروز. شما چه انتظاری دارید از این دادگاه امروز؟ علت شهادتتون در این دادگاه چیه؟ من انتظارم اینه که از حق این خانواده دفاع کنید. ببینید اونایی که مردن رفتن، اونایی که مثل من از کشور خارج شدن، اونا هم یه جورایی مرده حساب میشن. شما فکر نکنید ما داریم زندگی میکنید، نه زندگی نمیکنید، ولی اون خانواده هایی که اونجا اسیرن، اونایی که الان توی زندانن، اون زندانی سیاسی حساب میشن، حکم اعدامشون اومده یا قرار اعدامشون بکنن، شما جلوگیری از اینا بکنید، شما جمهوری اسلامی رو محکوم کنید. جمهوری اسلامی یه جنایتکاره، یه جنایتکاری که همه میدونن. شما از همه مردم ایران بپرسید که الان دارن از جمهوری اسلامی حقوق میگیرن، با جمهوری اسلامی موافق نیستن ولی مجبورن چون دارن جیرهشون رو میگیرن. من خیلی ها رو میشناسم، پدرشون اطلاعاتیه، مادرشون توی سپاه، ولی با خود بچه‌هاشون با جمهوری اسلامی موافق نیستن و اینا جنایتکار میدونن. خود خیلی از هستن دوربر ما که خودشون نظامی هستن ولی میدونن که جمهوری اسلامی یه جنایتکاری بیش نیسته. اینا جنایتکار هم وقتی که تو این صحنه های تظاهرات اصلا راست بچه 16-17 ساله میدن، بچه که اصلا سربازی نرفته، بچه که اصلا نمیدونه از این اصلا چجوری استفاده کنه، بچه که فکر میکنه مثل دوره کودکیش فقط باید این ماشه رو بکشه و تیراندازی کنه. خیلی ها اینجوری کشته شدن. من به یه سری از اونا بودن که میومدن، من دیدمشون تعریف میکردن که بچه 16-17 ساله، بچه بسیجی که هیچی نمیفهمه اصلا رو گرفت رو به مردم تیراندازی کرده. و یکی از اینه که دارم میگم شاهد صحنه ای بودش که توی اندیشه به اون تیر به مغز یه دونه زن خورده و خونش پاشیده بود رو ماشینه بنده خدا که دارم براتون صحبت میکنم. خب این جنایت کسی اصلا رس بچه نمیده که این جنایت واضح است. جمهوری اسلامی داره انجام میده. شما به داد اون زندانیا برسید، شما به داد اونا که قرار اعدامشون بکنن برسید. Thank you very much. خیلی ممنونم. آقایون وکلا مطلب دیگری دارید؟ سوال دیگری دارید؟ خیر، متشکریم. آقای رئیس، شاهد بعدیمون. خیلی ممنونم از شهادت شما آقای عبدی. ما با دقت گوش کردیم به صحبت‌های شما و تمامی نکاتی که فرمودید رو با دقت بررسی خواهیم کرد. تشکر می‌کنیم از تلاشی که به خرج دادید شرکت کردید.